خب گر نبودی در جان امکان گفت چه توانستی گل معنا شکاف تمیدان عزیز و ارجمندم امروز میخوام بیریم به سراغ یک دانشمند هسته ای دکتر بهروز بیات عزیز که خودش مشاور پیشین سازمان انرژی هسته ای بوده در وین پایتخت اتریش در اونجا زندگی میکنه و جالبه که اتریش زمانی که ما در اونجا بودیم حب زمستون های خیلی سردی داشت ولی خبر اینه که هوا اونجا خیلی خوب و خیلی لطیف و ملایمه اما چیزی که اسباب نگران خود متریشی رو فراهم کرد این سیلاب پناه جویانه و بعد تقریبا برداشتن قانون شنگنه در بسیاری از کشورهای اروپا در همه کشورهای اروپایی و خود این خیلی از اروپایی ها رو نگران کرده خیلی از کارشناسان رو که مبادا سقف اتحادیه اروپا زمین بیاد و این اتحادیه دچار فروپاشی بشه در آلمان هم که میدونید محبوبیت خانم میکل یک درصدی پایین آمده و خود این عشم برخی رو ایجاد کرده که از هواداران سرسخت بودن چون هنوز هم خانم میکل از 45 درصد محبوبیت برخوردار برات اجازه بیدید که این کنار بگذاریم اما نکته ای که هفته گذشته توسط آقای علی اکبر سالهی مطرح شد که خود رئیس سازمان جزدی ایرانه خیلی اسباب نگرانی پاره از کارشناسان رو فراهم کرد که خب نسبت به منافع ملی ایران هم حساسن هم نگرانن که مبادا منافع دراز مدت ما بویژه در امر فناوری هستی به خطر بیفته حالا که ما دوران تازه چیه پس از برجام رو میگذرونیم و اون ماجرای ایجاد و احداث دومی نیروگاه هسته ایست در بوشه یعنی خبری است که ایشون دادن از این بیریم سراغ دکتر بهروز بیاد دکتر برایات درود بر شما سلام بر شما آمیدارم مال تو خوب باشه خیلی ممنون بله خیلی دسته نباشید خب دکتر بیاد خواهد خیلی لطیفه با اینکه ما وسط زمستانیم ولی شنیدم که اتریش خیلی هوا خوبه در ویرنمبر بیشتر مثال از زمستان زیاد خبری نیست یه چند روزی کمی سرچاله مثلا دیروز پانزده درجه بود مثلا اه، اه، تقریبا هوا بحاریه امروز آفتاب در حال از زمستان خبری نیست خبری نیست به خاطرم هست که من چند نوبت حتی یک بار سریعا در همین برام از شما پرسیدم که اگه کلید نیروگاه اتمی فعلی بوشه رو به شما بدن چه میکنید گفتید قفل میکنم اونجا رو و جالب همین سوال رو از بقیه کردم گفتم نظر آقای دکتر بیاتی نظر شما چیه بیشترم استادان فیزیک مثلا آقای دکتر نگیری اونا هم همین نظر شما رو داشتن یعنی کارشناسان کارشناسان هستی بیشتر نگران شعارهای از این دستن شعار مثلا توسعه فعالیت هستی و از این قبیل میخوام ببینم که وقتی شما شنیدید که ایران علا رقم این همه هزینه هایی که پرداخت کرده بر سر فناوری خودش درباره نیروگاه دوم چی میگید؟ نظرتون چیه؟ در واقع متاسف شدم که دستندارکاران در ایران همجور به روش تاکنونی ادامه میدن امیدوار بود که از این روند تاکنونی درسی گرفته بشه و دنبال یه پروژه‌ای که به نفع کشور نیست نرن و این مسیر رو ادامه ندن ولی متاسفانه ظاهرا تصمیم گرفته شده که به این مسیر ادامه بدن البته باید بگم که در منطقه ما متاسفانه فقط ایران نیست در واقع همه کشورهایی که متاسفانه بازم بگم در منطقه ما کشوراییان که پاسخگو به خواستای شهروندانشون نیستن رژیمای غالبا دیکتاتوری تا استبدادی و اینا این مسیر رو طی میکن. نمونه خب میشه بگیم مستبدترین کشور منطقه که عربستان سعودیه دنبال این مسیر میره. کشورهای شیخ های خلیج دنبال این مسیر میرن مصر، اردن و ایران یعنی کشور و, و... کشور دیگه هم اینم ناگفته نظرم ترکیه هم همینجور خب ترکیه فرق میکنه با این بقیه که برش مردم و متاسفانه پاسخگو به خواست مردمشون پاسخگو به منافع ملی نیستند و این مسیر رو طی میکنن همینجور گفتم تنها ایران نیست مصر و عربستان و اردن و خلاص همین کشورها و سوریه در صورتی که اصولا از چیزی باقی بماند م. خب این مسئله ولی محرک ایران بوده دیگه محرک ایرانه نیست نه فکر نمی‌کنم ولی محرک این که نیروگاه هسته‌ای بذارن نیروگاه هسته ای ایران نیست این ظاهرا به نظر من دو موضوع میتونه اینجا مطرح باشه که مس... مسئله پرستیج که این کشورها چه نخبگان این کشورها فکر میکنن که داشتن نیروگاه هسته ای یک افتخاری یک پرستیجی برای کشور میاره و یه چیزی دیگه هم که نباید فراموش بکنیم پروژه های هستی م... به طور عادی معمولا منظورم پروژه پروژه نیروگاه های بله بله. به نام پروژه مگا پروژه خیلی بزرگ, بزرگ. پروژه های چندین میلیارد دلاری هستند و در داخل این پروژه های چند میلیارد دلاری امکان سوء استفاده های مالی بسیار زیاد است یعنی دستن در کاران شانس این که بتونن از طریق ارتشا چیزی به جیب بزنن خواهند داشت و این فرصتی برای نخب... نخبگان همه این کشورها که تحت کنترل افکار عمومی و تحت کنترل جامعه نیستند همه رژیم های استبدادی گفتم بدترینش عربستان سعودی و ایران و مصر و بقیه ادامه پیدا میکنه <applause> متاسفانه وضع به این ترتیبه <applause> و خب این روند ظاهرا ادامه پیدا میکنه همه این کشورها قصد دارن نیروگاه هستی ای بسازن از این لحاظ برای این کشورها به ویژه نیروگاه هستی به هیچ وجه سودی نداره که همه این کشورها دارای منابع گسترده انرژی چه حالت کلاسیکش یعنی فسیلی مثلا نفت و گاز و چه طبیعی مثل خورشید یا باد هستند از این نقطه نظر اگر بخشی حتی بخش کوچیکی از مخارجی که از هزینه هایی که برای تکنولوژی هستی برای تهیه برق از طریق تکنولوژی هستی میکنند در جهات دیگر سرمایه گذاری میکردند از هر لحاظ به نفع همه این کشورها بود ما میدانیم که تکنولوژی هستی برای تهیه انرژی اینا تاکید میگه برای تهیه انرژی زیرا تکنولوژی هستی جنبه های دیگری هم دارد که معطوف انرژی نیستن و اونا آینده دارند <applause> مثلا در پزشکی و صنعت و کشاورزی و اینا اونا رو بر نمیشوم. در واقع ربطی هم با هم این دوتا جنبه تقریبا مم. ربطی به هم ندارن اما برای تکنولوژی هستی مخارجی رو که صرف میکرده میکنن اگر بخش کوچیکش حتی در مثلا پیش بردن از انرژی خورشیدی استفاده کردن یا انرژی بادی یا حتی گرمای زمینی در این صورت خیلی بیشتر میتونست به سود این کشورها باشه ولی خب متاسفانه گوش شنوایی نیست کسی هم به گوش مردم این کشورها گوش فرا نمیدن منظورم کسی از نخبگانشون از رهبرانشون گوش فرا نمیداد و نتیجهش اینه که خب به همین روش ادامه خواهند داد یعنی که پروژه های بزرگ هستی ایجاد خواهند کرد باید هم توجه داشته باشیم به لحاظ انسانی این کشورها آمادگی به کار بردن همچین تکنولوژی های پیشیدهی و مخاطر آمیزی مثل تکنولوژی هستی برای تهییه انرژی را ندارن. شاید ایران از این لحاظ بهترینشون باشه زیرا که خب به, به لحاظی خب سالها روی موضوع کار کرده یه سری متخصصینی تربیت شدن حتی میتونه از اون بقیه بهتر باشه ولی در مجموع با توجه به آمادگی تکنولوژیکی این کشورها به, به خاطر کمبود متخصصین در این کشورها به خاطر کمبود اخلاق که معطوف به کیفیت باشه کیفیت پردازی درست باشه معطوف به رعایت امنیت این کشورها باشه وجود نداره طبیعتا این تکنولوژی رو در غیر از اینکه هزینه بسیار دارد و به سود کشور نیست حتی میتونه دچار مخاطرات بزرگی هم بکند مثلا من در گزارشی خواندم که بحرین هم میخواهد یک نیروگاه هستی برپا بکند حالا اگر سانههی میدونید که اگر سانههی رخ دهد لازم است که بتوان مردم اون منطقه رو به جای دیگر برد بحرین همچین امکانی اصولا ندارد که مردمش رو به جای دیگر ببری مگه مردمش رو صادر بکنن مثلا به عربستان م. یا به ایران منظورم اینه که این در, در به موازات ایران در کل منطقه متاسفانه این موضوع تغییر میشه که امیدواریم که یک وقتی در سالهای آینده خود رهبران این کشورها یا تحت فشار افکار عمومی این کشورها یک بازبینی صورت می‌گیرد برگردم به پرسشتون که آیا این ریاکتور تولید بوشهر که الان سر کاره آیا همچین ادامه حیاتش آیا به نفع کشوره من شدیداً تردید دارم میدونم که بس در موردش خیلی حساس است و مشکل اما من فکر میکنم هر جا جلو ضرر را بگیری نفع است از این نقطه نظر میشه راجع به این فکر کرد که آیا اصولا همین یک ریاکتوری که وجود داره آیا ادامه حیات بده یا اصولا کشور به مسیر دیگه بره حالا اینکه آیا یک راکتور دوم و سومی در واقع برنامه های دراز مدت هست که صحبت از حتی 20 راکتور آینده است که معلوم نیست در کجای ایران قرار از اونها برپا شوند اون که اصلا به کلی به نظر من خارج از بحث و اصولان بسیار مخاطر آمیز و و زیانمند است ولی اسباب حیرت اینه که خب این مسئله تاسیس نیروگاه دوم رو یک آدم ناوارد نذار یعنی کسی که زادی که خودش در این رشته تحصیل کرده و در مذاکرات مربوط به برجام هم شرکت داشت یعنی آقای علی اکبر سالی که تازه شاگرد آقای مونیز هم بوده که وزیر انرژی انرژی در ایالات متحده آمریکاست خب با این توصیفاتی که شما الان ارائه دادید آقای دکتر بهروز بیات خود نیروگاه فعلی به سود منافع ما نیست چیزی هم به ما نمیده فکرم نمی کنم عمل کردش زیاد باشه عمل کردش هم خیلی اندکه حالا اینا تازه میخواد نیروگاه دوم رو هم بزنن فرمودید که شاید به لحاظ منافعی که داره یا منافعی که ممکنه ایجاد بکنه منافع شخصی برای برخی افراد یا کنید اصولا این موضوع که راکتور های نیروگاه هستی به عنوان پروژه های بسیار بزرگ پروژه های چند میلیاردی ملیار اینا زمینه ارتشا هم توشون فراهمه اینو مثل بسیاری از پروژه های دیگه تو این کشورها مثل مثلا خرید اصله میفهمم که در ابعاد چند میلیاردی اصله خریداری میشه حالا در عربستان یا ایران یا هر کشور دیگه قطر یا اکرو. توی این پروژه همیشه کشورهایی که شفافیتشون وجود نداره همیشه امکان ارتشا وجود داره برای نمونه در مورد ایران رکتور بوشهر آنچنان که قرار بود قبل از انقلاب ساخته شود رکتور بو... دو بوشهر که قرار بود ساخته شوند قرار بود هزینه ای یعنی قیمتی در واقع که ایران قرار بود بپردازد و بخش بزرگی هم پرداخته شد قرار بود هشت میلیارد مارک آلمانی در آن زمان باشد در اون موقع تقریبا حدود چهار میلیارد دلار بود آه. دقیق نیست ولی حالا بمونیم روی مارک در همون موقع دو تا ریاکتور آلمانی که شبیه این دو تا ریاکتوری بود که قرار بود در ایران ساخته بشن به اسم بیبلیس یک و دو اینا در آلمان با قیمتی اندکی بیش از دو میلیارد مارک آلمانی فروخته شده بود. قیمت دو تا ریاکتور بوشهر 8 میلیارد مارک بود یعنی قابل تصور بود این اختلاف قیمت بخش بزرگیش نتیجه اینه که ملاحظه نشد یعنی یک کسایی توش سود میبرن تا اینکه چندین سال بعد یک صندوق سیاهی در زیمنز کش شد که از این صندوق سیاه استفاده میکردن که به تصمیم گیرندگان کشورهای مختلف رشوه پرداخت بکنن به طور مشخص بزرگترین رشوه ای که در تاریخ زیمنز قرار بود پرداخته بشه در ارتباط با دو تا نیروگاه بوشهر بود قبل از انقلاب به طور مشخص 400 میلیون مارک زیمنز قبول کرده بود که رشوه بپردازد که بخش بزرگیش هم پرداخت شده بود خب یعنی اینو به عنوان یه نمونه میگم که برملا شده حالا مثلا در مورد راکتور بوشهر در زمانی که روسا در جریان کار بودن ما هیچ اطلاع دقیقی نداریم مثلا در زمان شاه خب اقلا میدونستیم قیمت کلش 8 میلیارده خب قیمت زیادی بود کسی که اهل بود از بازارش خبر داشت میدونست که این خیلی قیمت زیادیه میتونستی حدس بزنی که در اینجا سوء استفاده صورت میگیره در مورد مثلا ادامه ریاکتور بوشل در 15 16 سال اخیر که روسا دادن ما هیچ گونه شفافیتی نداریم نمیدونیم اصولا خرج چقدر بوده ای لحاظ امکان اینکه سوء استفاده صورت بگیرد بسیار زیاد است حالا برمیگردیم به اینکه چرا آقای صالحی الان همچین صحبت رو میکنه من ادعا میکنم اصلا که آقای صالحی کسیه که بخواد برای جیبش کار بکنه آقای صالحی رو من اقل تردید دارم اقل سر این موضوع اما چرا همچین تصمیم رو میگیره من میتونم گمان زنی کنم بگم به دو علت یکی این که هنوز بخشی از دانشمندان دنیا هم هستند که فکر میکنن تکنولوژی هستی برای تولید برق این یه تکنولوژی که مفید میتونه باشه برای کشورهایی خب یکی این و یکی دیگر این که از آنجا که ایران در طول اقلا 13 14 سال اخیر شدیدا سر این که کشور باید دارای نیروگاه هسته ای باشد تبلیغ کرده و طبیعتا به نحوی تحت فشار تحت فشار در واقع داخلی تحت فشاری که خود ایجاد کرده که این روند رو ادامه بده و یعنی یک یک پارامتر دیگری که میشه تصور کرد چرا متخصصی مثل آقای صالحی هنوز دنبال این مسیر میده یک جنبش هم میتونه این باشه از این نقطه نظر حالا در ایران آیا چه کسانی که ما نمیشناسیم از این موضوع سود میبرند اون بحث دیگه موسیقی. است مثلا برگردم به سابق در زمان قبل از انقلابم آقای دکتر اعتماد اصولا در جریان این سو استفاده ها آنچنان که به نظر میاد تا کنون نبوده یعنی آقای دکتر اعتماد به عنوان یه متخصصی که حالا من طرفدار سیاستش نیستم به هیچ وجه سیاستی که به کار برده اما به لحاظ شخصی به نظر میاد که سودی از جریان نبرده کسای دیگر بودند که از این سودی بودن در مورد ایران هم میتونه همچه چیزی باشه در لحظه کنونی کسان دیگری از این نقطه نظر این یک امر مطلقی نیست و به طور خلاصه میگم که همه دنیا بر این عقیده باشد که تکنولوژی هستی دیگه به درد نمیخوره بلکه این نظر قالبه و یکی دیگه بویژه تکنولوژی کستی برای کشورهایی که امکانات دیگری دارند مثلا برای ایران و بقیه کشورهای منطقه عربستان سعودی امارات عربی قطر و اون بقیه کشور مصر برای این کشورها به ویژه زیرا که اینا به لحاظ بلاواسطه منابع کافی انرژی دارند اما حرفم از این از این که بیان میکرد این نیست که باید منابع فسیلی رو که بسیار ارزشمندن برای سوختن به کار برد بلکه صحبت هم این است که به طور بلاواسطه تأمین انرژی دچار دو خ... دو مخاطره نیست منتها به طور میان مدت باید این کشورها به فکر این می بودن که انرژی های آلترناتیو را انرژی های تجدید پذیر را مانند انرژی خورشیدی یا انرژی باد یا انرژی گرمای زمینی رو از اینا استفاده بکنند و نمونهش هم در دنیا الان داریم آلمان الان چند سال به این موضوع شروع کرده و الان سی درصد مصرف برقش رو از طریق انرژی باد و طریق انرژی خورشید تأمین می کند با گرایش بسیار سریعی به سوی ارزان شدن یعنی هر چی که مثلا استفاده از انرژی خورشیدی هر چی بیشتر گسترش پیدا بکند مخارج تولید پنل های فتوولتایک به اصطلاح اون دستگاه هایی که لازمند برای که تبدیل کنند انرژی خورشید را به برق ارزانتر می شود و به شدت ارزانتر می شود مم. از این لحاظ نمونه آلمانش رو داریم نمونه های دیگری هم در اروپا داریم ولی بهترین نمونهش آلمان آلمانه که نشون میده که میشه مسیرهای دیگری هم رفت بویژه در کشورهایی که برخلاف آلمان که نه زمین کافی رو داره و نه خورشید کافی رو آفر. که طبیعتا در کشوری مثل ایران یا بقیه اون کشورها بشه از انرژی های تجدید پذیر به نحو بسیار بهتری و به نحو جایگزین کار کرد سی البته خیلی این البته بکنم این موضوع رو یک کمی به این سادگی نیست که میگم پیچیدگی های داره منتها باید به این فکر حل این پیچیدگی ها بود سی درصد خیلی قابل توجهه بله در من من با... اونم در کشوری که اول آفتاب بعد کافی نداره حالا باد چرا ولی آفتاب بعد کافی نداره و فکر کنید که کشورهایی مثل ما با این همه آفتاب چه کارها که نمیتونیم بکنیم دو جور بیات عزیز به من بفرمایید که آیا در قلم روی فناوری هستی ببینیم نیروگاه ها آیا سیستم های ایمنی صد درصدی وجود داره چون به نظر نمی نسه. تقریبا بسیاری از نیروگاه های هسته ای در خط کشورهای خیلی سطح ایمنی بالاست دچار نقص فنی شدن سوئد نمونه ژاپن نمونه شه بابا بفرم الان به همین الان بلژیک همین الان با... همین الان بلژیک. بلژیک دست به گریبان مشکلی که در یکی از نیروگاه داره نیا کنید همه تکنولوژی ها مخاطراتی هم با خودشون دارن بعد آدم اتومبیل داره خب خطر داره باش تصادف بکنه یا خطر داره باش بزنه به کسی یا کسی بهش بزنه هر همه تکنولوژی ها مخاطراتی هم دارن منتها آن تکن... تکنولوژی که مخاطراتش به نحوی است که میتونه فاجعه آمیز باشه مثل مثلا آن چیزی که در فوکوشیما اتفاق افتاد یا در چرنوبیل یک همچین تکنولوژی رو البته در وارد کردنش باید فکر کرد که آیا واقعا به صرف یا نه فقط در صورتی که واقعا هیچ امکان دیگری وجود نداشته باشد بعد ازش استفاده کرد اگر هیچ راه حل دیگری نباشد خب تکنولوژی هستی از آن نوع تکنولوژی هاست که اگر مخاطره صورت بگیره اگر سانحه ای اتفاق بیفته اثراتش میتواند فاجعه آمیز باشد همین که نمونه هاشم گفتم نمونه ژاپن از این لحاظ ها از اهمیت چون اتفاق در کشوری افتاد که هم نمونه امنیت هم نمونه واقعا کیفیت پردازی از این دو لحاظ ژاپن در دنیا کشور واقعا پیشرفته و کشور میشه هدایت کننده بود وقتی در یک همچین کشوری همچون فاجعه مثل فوکوشیما اتفاق میفته خب طبیعتا در کشورهای مثل ما پیچیده تره حالا در مورد ایران یا حتی اون بقیه کشورهای دوربر که بیشترشون میخوان با روسا از طریق روسا اه اه نیروگاه هستیشون رو بسازن در داخل این کشورها دو چیز با هم مخلوط میشه یکی که خود این کشورها به اندازه کافی تخصص به اندازه کافی اون اخلاق ایمنی اون اخلاق کیفیت پردازی رو ندارن از طرف دیگه هم طرف روس هم که به اینها این تکنولوژی ها رو براشون فراهم میکنه به همین ترتیب بسیار از ژاپن یا از اروپای غربی فاصله داره طبیعتا برخورد به هم پیوستن این دوتا نقص باعث میشه که تکنولوژی هستی برای تهیه برق در این کشورها بسیار مخاطره آمیزتر باشه تا مثلا در فنلاند مثلا معنیش این نیست که در فنلاند خطری وجود ندارد طبیعتا در اونجا هم هست اما در کشورهای مثل ما مخاطراتش بیشتر خواهد شد یعنی مثلا مخاطرات انسانی واردش میشه که در سر کمبود ملاحظه یا کمبود تخصص یا امثال این چیزها خب این طبیعتا در کشورهای ما هم این موجود مشکلات میتونن درازمدت در مدت رفت بشن امیدواریم هم که اینجوری باشن چون مربوط به یه بخش تکنولوژی نیست بلکه مربوط به بخش های دیگه میتونه باشه مثلا توجه به کیفیت پردازی به ایمنی و امثال اینا از این لحاظ خب واقعا باید بسیار ملاحظه کرد در وارد کردن تکنولوژی هستی برای تهیه برف یه مافیای هستی هم تو دنیا وجود دو دقیقه بیشتر وقت نداریم در دنیا وجود داره خب برخ از کشورها خیلی در این زمینه فرانسوی ها خب صنایع پیشرفته اتمی دارن و خیلی هم علاقه که این صنایع رو صادر بکنن و تبدیل به پول بکنن در این زمینه نظرتون چیه؟ یعنی یه هایی وجود داره در دنیا مثل مثلا که این میانجی هایی که در دنیا اسلحه رو در واقع فروشنده اسلحه هستن یا تشویق میکنن کشورها رو به خرید اسلحه بله بله یعنی میشه گفت بخشی از معاملات هسته هم در واقع از طریق سیاسی صورت میگیرد مثلا اینکه چرا کشورهای ما عربستان و قطر و امارات و ایران و اینا از بیشترشون از روسیه همه قطع همش نه ولی بیشتر بزرگشون خب یه مقداری هم جنبه جنبه سیاسی هم داره حتی با فرانسه هم همینجور اما در داخل خود فرانسه هم از همین اخیرا دو سه ماه پیش در واقع دولت فرانسه تصمیم گرفت که سهم انرژی تجدیدپذیر رو بسیار بالا ببره اگر اشتباه نکنم الان سهم نیروگاه هسته ای در تهیه برق در فرانسه یک حدود 80 درصده دولت فرانسه تصمیم گرفته که در سالهای آینده یک لحظه تاثیر بنجامد شد بسیار یک لحظه تاثیر بنجامد شدم یا یعنی تشکر قابل فهم بود از سال های هندی گسترش بده انرژی های تجدید پذیر رو آقای دکتر بیاد تشکر میکنم بی از شما دکتر بیاد سپاس گذارم تا دیداری دیگر شنیدیم دیگه مفهوم بود کاملا مفهوم بود و خود اینکه که ها مثلا قصد کردن برن به سمت فناوری انرژی های تجدید به معنای اینکه که فناوری هستی آینده ای نداره یعنی به تدریج باید نیروگاه اتمی فناوری داره ولی نیروگاه اتمی منظورم می در کشورهای اروپایی که خطر دیگه خیلی ملموس آلمان ها در این زمینه پیشگام بودن سعودی که چند راکتور اتمی رو تعطیل کردن الان بلژیک با مشکل رو به روز همین چند مدت پیش در ایالات متحده آمریکا نیروگاه با مشکل رو, به رو شدن و هر حال امیدوارم که هر چی به خیر و صلاح مردم من منطقه است اه اه تحقق پیدا بکنه سپر عزیز تشکر میکنم خدا نگهدار شما